به قسمت دوم سری برنامه‌های تلسی تاک خوش اومدین. لطفاً خودتون تشویق کنید. چرا؟ چون خواستین متفاوت از بقیه فکر کنید و این مورد خیلی با اهمیته. پس به همون شدتی که متفاوت فکر می‌کنید خودتون رو تشویق کنید. این هنوز شدت لازم رو نداره. خیلی بیشتر. دم شما گرم. روزتون بخیر باشه. روز جمعتون بخیر باشه و خیلی خوشحالیم که در قسمت دوم از سری برنامه‌های تلسی تاک در خدمتتون هستیم. دوستان این برنامه طی 5 بار تقدیمتون میشه و در این برنامه در خدمت آقای دکتر وحدتی نسب هستیم. تشویقشون بفرمایید. یه مقدار شدت تشویق‌ها پایینه واقعیت. و در خدمت کسی هستیم که واقعا رسالتش رو قرار داده که مردم کشورمون به مسائل و موضوعات به دید علمی نگاه کنن و ایران جای بهتری برای زندگی کردن باشه. آقای دکتر آریان اکبری. و همچنین در کنار یکی از اساتیدی هستیم که با صمیمیت در کلامشون همیشه ما رو به وجد میارن. آقای دکتر صمیمی. دم شما گرم. مرسی که اینقدر پر انرژی همراهمون هستین و واقعا به حضورتون افتخار میکنیم. دوستان من یه توضیح بدم در خصوص نحوه برگزاری تلسی تاکمون. خب خیلی از دوستان به تازگی به جمعمون اضافه شدن و در قسمت اول نبودن. دوستان تلسی تاک پارت های مختلف داره، حالا بستگی داره به نوع برنامه و اون موضوعاتی که انتخاب شده. اساتید میان و صحبت میکنن. پارت های سخنرانی تلسی تاک بین 12 تا 15 دقیقه است هر پارتش، یعنی هر کدوم از اساتید میان بین 12 تا 15 دقیقه موضوعشون رو ارائه میدن. بعد از گذشت 12 و 15 دقیقه شما عزیزان میتونید از اساتید سوالاتتون رو بپرسین. پس هر پارت سخنرانی مجموعش میشه حدوداً 30 دقیقه. این برنامه ما 3 تا پارت رو میریم به امید خدا و بعد از 3 تا پارت یک رست حدوداً 20 دقیقه خواهیم داشت و بعد مجدد 2 تا پارت دیگه هم در خدمتتون هستیم. خودتون رو ویژه تشویق کنید که به امید خدا اولین پارتمون رو شروع کنید. پارت اول رو در خدمت آقای دکتر وحدتی نسب عزیزم هستیم که راجب ناندرتال های ایرانی راجب واسمون صحبت میکنن. تشکر آقای دکتر. خب درود خدمت همگی. خیلی خوشحالم در خدمتون هستم. فکر میکنم اگر به من میگفتن جمعه 9 صبح خود چارلز داروین میخواد سخنرانی بکنه نمیومدم. بنابراین خیلی خیلی ممنون از همتون که اینجا تشریف دارید. صحبتی که میخوام بکنم امروز در مورد ناندرتال ایرانی هست یا به نوعی ردپای انسان ناندرتال توی جغرافیای ایران. این قلمروی هست که انسان‌های ناندرتال در سراسر دنیا ازش به دست اومده، از اروپای غربی اسپانیا گرفته. ما خیلی با اینجاها کاری نداریم، با اینجا خیلی کار داریم، ایران خودمون، تقریبا تمام ایران ما و بعد میره تا آسیای مرکزی. کی زندگی میکردن؟ بین 300 هزار تا 40 هزار سال پیش یک نوعی از انسان بوده که قبل از اینکه اجداد مستقیم ماها سر کلش پیدا بشه که انسان‌های هوشمند باشیم، نوعی از انسان بوده به نام انسان ناندرتال که در این جغرافیا زندگی میکرده. چه شکلی بودن؟ خب بازسازی های اولیه که در موردشون انجام شده بود اونا رو خیلی بدوی و وحشی نشون میداد. به همین الان هم اگه شما تو خیابون به یه نفر بگی چقدر شکل انسان ناندرتال هستی قطعا خوشش نمیاد. یعنی این ذهنیت رو همیشه همه داشتن که موجوداتی بودن که بارنشین بودن، اعصاب درست حسابی نداشتن، خمیده بودن، پشمالو بودن، با گرز و چماق و سر و کله هم دیگه میزدن. و به خاطر همین هم هستش که بازسازی‌های اولیه که ازشون انجام شده تصاویر شما می‌بینید اینا جزو اولین بازسازی‌هاست و این یکی و این یکی که داره مثلا یک خانواده انسان ناندرتال رو نشون میده. از نظر ذهنی هم همیشه اینطور رسم بوده که خیلی کودن و ابله پنداشته می‌شدن. این
درست‌ترین و دقیق‌ترین بازسازی از صورت انسان نندرتاله که تا حالا انجام شده و ملاحظه می‌کنید قوس روی ابروان نسبتاً برجسته‌ای داشته، حفره بینی بزرگ، ولی در کل وقتی که نگاهش بکنیم و به قول دانشمندی اگر یه اصلاح بکنه یه کت‌شلوار تنش بکنه شما تو خیابون اصلا متوجهش نمیشین. خب اما چه تفاوت‌های جمجمه‌شون با ما داشته؟ خب خیلی تفاوت داشته از نظر تکنیکی اگه بخوایم نگاه بکنیم. 20 خورده‌ای تفاوت روی جمجمه بوده که حالا من نمیخوام به جزئیاتش بپردازم، ولی مهمترین چیزاش اینه که روی ابروانشون خیلی برجسته بوده نسبت به ماها، صورتشون جلو اومده بوده، حفره بینی بزرگ، از همه مهمتر شکل جمجمه است که مثل توپ راگبی بوده و جمجمه ماها مثل توپ فوتباله. یعنی ما گردیم و قسمت‌های این بخش‌ها و به ویژه بخش پیشانی ما خیلی برجستگی داره، ولی در نندرتال‌ها اینطور نبوده، کشیده بوده به سمت عقب رفته. این بخش پیشانی جای خیلی مهمی است، مرکز ادراکات پیشرفته و عالی هستش که تمام تفاوت‌هایی که بین ما و نندرتال‌ها وجود داره بخشش برمیگرده به همین داستان. از نظر قامت از ما کوتاه‌تر بودن، از عضلانی‌تر بودن، ولی از نظر ریخت و قیافه کلی بخوایم نگاه بکنیم برای غیر متخصص چندان قابل تشخیص نبودن. شکارشون به این گونه بوده که بیشتر مستقیم با حیوانات درگیر می‌شدن، یعنی دست افزارهای سنگی که درست می‌کردن به یک دسته چوبی یا استخوانی وصل می‌کردن. خیلی از این دست افزارهای سنگی رو ما پیدا کردیم تو ایران و جاهای دیگه دنیا و مطالعات نشون میده که قابلیت پرتابی نداشته، یعنی بیشتر تو دست قرار می‌گرفته و از نزدیک ضربه می‌زدن. به همین خاطر هم است که مرسوم هست بین دانشمندا که میگن نندرتال سالم نداریم، یعنی تمام اسکلتایی که ازشون به دست اومده آثار شکستگی و جوش خوردگی تو بدنشون هست. این به این خاطره که مستقیما با شکار درگیر میشدن. هنر داشتن یا نداشتن، تو همین چند سال پیش چیزی به نام هنر صخره‌ای ازشون هیچ وقت گزارش نشده بود. این تنها نمونه ای هست در اسپانیا در سال 2018 منتشر شده که به نوعی داره یک نوع هنر صخره‌ای رو نشون میده. دقیقاً چی کشیدن معلوم نیست، به شوخی یکی از دوستان میگفت صندلی کشیدن و کشف صندلی برمیگرده به هولوش 60-70 هزار سال پیش، ولی این کاملا مزاحه، ابستراکت، انتزاعی، دقیقاً نمیدونیم چیه، ولی این تنها هنر صخره‌ای هستش که به نندرتال ها منتسب شده. اما یک فلوتی ازشون کشف میشه در اسلوونی در 1995 روی یک استخوان یه طول خرس، این سوراخ‌ها حفاری شده، بازسازیش کردن، ازش تونستن یک موسیقی خاصی هم درست بکنن. حالا این موسیقی چقدر تون موسیقیایی داشته بین علما هنوز اختلاف نظر وجود داره. اما مهمترین محوطه‌ای که از انسان نندرتال به دست اومده غار شانیدر در کردستان عراق هست. 10 تا اسکلت نندرتال ازش به دست اومده، کاوشاش برمیگرده به خیلی سال پیش 1957 و بزرگترین مجموعه انسان نندرتاله. این شما دارین تو این تصویر عمق کاوش رو نگاه میکنین دیگه، شما این فرد رو ببینید اینجاست و این 18 متر کاوش کردن. با توجه به سیستمی که اون موقع کاوش میکردن خب یه چیز مرسومی بوده، ضمن اینکه دینامیت هم استفاده کردن، این چیز خیلی وحشتناکیه. الان اگر ما بخوایم با تکنیک‌های امروزی این 18 متر کاوش بکنیم تقریباً 18 سال زمان می‌بره تا بخوایم این کار انجام بدیم. اما میون این شنیدارهای 1 تا 10 یکیشون خیلی خیلی معروف همون شنیدار شماره 1، یک عدم تقارن خیلی جدی توی اندامش وجود داره. یعنی شما در اینجا دارید می‌بینید که استخوان بازوی سمت چپ و راستش کاملا متفاوته، بقیه قسمت‌های بدنش هم همینطور بوده، فلج بوده، یعنی یک طرف بدنش فلج بوده ولی به خاطر این فلج بودن نمرده. دقت بکنید در 57 هزار سال پیش یک موجودی فلجه ولی به خاطر فلج بودنش نمیمیره، یعنی بقیه ازش مراقبت کردن، یعنی بقیه انقدر انسان بودن تا بفهمن که یک عضوی از خانوادهشون یک مشکلی داره و رهاش نکنن. این یکی از مهمترین ویژگی ها در کنار تدفین های نندرتاله که خیلی اونها رو انسان میکنه. این بازسازی انسان، صورت انسان هوشمند و صورت انسان نندرتال، همیشه من به شوخی تو کلاسام میگم نندرتال ها یه جوری قیافه با معرفت و لوتی مسلک و مهربونی داشتن، این انسان های هوشمند یک زیرکی و یک حالت خاصی تو چهرشه. چی شد که نندرتال ها از بین رفتن؟
دلایل خیلی زیادی براشون گفته شده. یکی این که بیماری های واگیردار بوده، تغییرات اقلیمی بوده، یک اراپشن چیز بوده، آتش فشانی بوده. اما مهمترین دلیلش این بوده که تاب مقاومت در برابر نوورودان انسان‌های هوشمند هوشمند رو نداشتن. انسان‌های هوشمند هوشمند به خاطر زبان پیچیده‌تر و نمادینی که داشتن بهتر با همدیگه کار گروهی انجام می‌دادن، دستجات بزرگتری داشتن، شکار بهتری انجام می‌دادن. در نهایت بدون اینکه نیاز باشه روبروی همدیگه صف بکشن و با همدیگه کشتی بگیرن یا کتککاری بکنن، یکی دیگری را به حاشیه‌های قلمرو رسونده و اون یکی انسان هوشمند بوده و نهایتاً نندرتال ها طی یک بازه چند هزار ساله از بین میرن. چند هزار سال که میگیم یعنی نزدیک 10-15 هزار سال این رقابت غیر مستقیم طول میکشه تا منجر به از بین رفتنشون بشه. اما تو ایران چی داریم ازشون؟ ما تو ایران هم بقایای فناوریشون رو داریم، هم بقایای خودشون رو به تازگی پیدا کردیم. وقتی که میگیم بقایای فناوری یعنی چی؟ ببینید اونایی که خیلی با گوشی موبایل مانوس هستن برخلاف من، وقتی که این گوشی رو نگاه میکنن دقیقا سال ساختش و مدلش و همه چی رو میتونن تشخیص بدن، و وقتی هم که این گوشی رو نگاه میکنن میتونن تشخیص بدن که این گوشی از این یکی خیلی قدیمی تره. یعنی باستان شناسان آینده وقتی که میان ماها رو کاوش میکنن از گوشی هایی که کنار دستمون پیدا شده میتونن خیلی خوب تشخیص بدن که این انسان تو چه بازه زمانی زندگی میکرده. همین کارو ما با ابزار سنگی ها انجام میدیم. یعنی خودش یه تخصصه که به ما نشون میده این نوع ابزار سنگی چند ده هزار سال از این نوع ابزار سنگی قدیمی تره. چگونش بماند. منتها ما از روی تکنولوژی ابزار سنگی میتونیم بفهمیم که این که ابزار سنگی که از محوطه میرک در جنوب سمنان به دست اومده 55 هزار سالشه. البته اینو از رو شکلش نمیفهمیم، از رو شکلش دورش رو تشخیص میدیم، بعداً با مطالعات سنسنجی دقیق‌تر سنش هم به دست میاریم. کجاهای ایران نندرتال به دست اومده؟ یکی از قدیمی ترین جاها این پناهگاه صخره‌ای هستش، پایین کوه بیستون، همون جایی که کتیبه معروف داریوش بزرگ قرار گرفته. اگه الان تازگی تشریف برده باشین یه تابلویی هست براتون توضیح میده. یک جای بسیار کوچکیه که آقای کارتون استیون کون در 1949 اینجا رو کاوش میکنه. استخوان ساعد دستی رو به دست میاره که بعداً تو مطالعات نشون داده میشه که میتونه مربوط به انسان نندرتال باشه. اینم عکسی هستش که در زمان کاوشش گرفته شده. دیگه کجا؟ ما در پناهگاه صخره‌ای وزمه در کرمانشاه هم دندانی از انسان نندرتال به دست اومده که مطالعاتی که روش انجام شده نشون میده که این دندان دندان کودک یک نندرتال بوده. این اتفاق سال 2019 منتشر شد. همینطور در پناهگاه صخره‌ای باویوان، دوست خیلی خوب من آقای دکتر سامان حیدری گوران و تیمشون هم دندانی رو به دست آوردن، بازم دندان کودک هست از انسان نندرتال، و آنالیزها کاملا نشون داد که این هم مربوط به یک کودک نندرتاله که بین 40-37 هزار سال پیش توی منطقه زندگی میکرده. جای بعدی غار قلعه کرد هست که ما 2 سال تمام توی اونجا کاوش کردیم و قرار هست که کاوشامون هم ادامه پیدا بکنه امسال. شما دارین بخش هایی از جاهایی که ما کاوش کردیم، دندان های حیواناتی مثل بستانان و اسبسانان در کنار ابزارهای سنگی رو مشاهده میکنید. و بعد چیزهایی که ما در این غار پیدا کردیم فراوونن. هم شکاری که انجام دادن، نوعی از اسب در منطقه میزیسته که امروز وجود نداره به نام هیدرونتین، نوعی از کرگدن دوشاخ پشمالی که اونم دیگه امروز وجود نداره، ما بقایاشو به دست آوردیم. و تا دلتون بخواد ابزار سنگی هایی که کلاسیک تیپیکال مربوط به انسان نندرتال هستن. البته ما در این غار کاوشی که انجام دادیم فقط به این بقایای فناوری اکتفا نکردیم و کار سنسنجی رو هم انجام دادیم. در کنار این چیزهایی که به دست آوردیم، شگفت‌انگیزترین کشفمون یک دندان کوچک شیریه که با مطالعات آنالیزمون نشون دادیم که این دندان هم مربوط به انسان نندرتاله و قدمت شگفت‌انگیزی داره. ما میدونیم این دندون مربوط به لایه‌ای هستش که 125 هزار سال سن داره، بنابراین یکی از قدیمی ترین شواهد حضور انسان نندرتال در ایران هست. اینجا شما دارید از نماهای مختلف میبینید، 3D خود دندون هستش، پوسیدگی خیلی شدیدی داشته. و اینکه چطور فهمیدیم که این دندان دندان نندرتاله، حالا کار خیلی
آنالیزهای عجیب و غریبی داره، باید با مایکرو سی تی اسکنر دندون اسکن بشه و بعد برش‌های مقطعی توش داده میشه. زخامت این بخش در مقایسه با این بخش تعیین کننده هستش که آیا این دندان دندان انسان هوشمند هوشمند مثل ماهاست یا دندان انسان نئاندرتاله. این مایکرو سی تی اسکنر هم خیلی نکته خوبیه که تو خود ایران انجام شده توی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. خب این نقشه ایرانه و این تمام محوطه‌هایی هستش که به نوعی منتسب شدن به انسان نئاندرتال. خیلی زیادن، 99% به خاطر ابزار سنگیایی که ازشون به دست اومده به این دوره و به این انسان منتسب شدن. معدودی مثل همین قلعه کردی که من اینجا اسمش رو آوردم و اون محوطه باوه وان، اینها و این محوطه‌هایی هستن که به خود بیستون که ازشون بقایای خود نئاندرتال به دست اومده. ممکنه بپرسین که چرا از جاهای دیگه به دست نیومده؟ اینا در دوره زمانی زندگی میکنن که خیلی خیلی کهن هستن و شانس فسیل شدن برای موجوداتی که بالای 100,000 سال هستن میاد پایین. به همین خاطر قطعات بدن انسان هم در مقایسه با قطعات بدن دایناسورها و استخونهای ما خیلی ظریف، پوک و شکننده هست. قبل از اینکه بخواد در فرآیند سنگواره شدن قرار بگیره از بین میره. و مهمتر از اون اینه که مطالعات خیلی دامنه‌داری هم انجام نشده، یعنی تازه این اتفاقات داره تازه رخ میده و تو همین چند سال اخیر هستش ما تونستیم این 3 دندون رو به دست بیاریم. اینم بازسازی صورت خود منه وقتی که به شکل نئاندرتال در بیام. خیلی متشکرم. دوستان عزیزی که در سالن هستن، سوالی موردی چیزی ندارین که آقای دکتر پاسخ بدن؟ سلام علیکم، خیلی ممنون از اطلاعاتتون. من یه سوالی برام پیش اومده. اونجایی که گفتین کرگدن پشمالوی دو شاخ بود، میخواستم، خیلی برام جالب بود بدونم که این پشمالو بودنش رو چجوری تشخیص میدن، یعنی مثلا پشم اون کرگدن هم پیدا شده بود یا نه؟ پشم توی این بازه زمانی نمیمونه تو 100,000 سال. دندونشه، ما روی دندونش میتونیم تشخیص بدیم، یعنی جانورشناس ما تشخیص میده که این مربوط به گونه ای از کرگدن منقرض شده است که به کرگدن پشمالو معروف هستش. کرگدن پشمالو هول و هوش 12,000-13,000 سال پیش دیگه کاملا منقرض میشن، تو استپای اوراسیا زندگی میکردن و دیگه الان وجود ندارن. نه، من سوالم این بود که چطور میفهمن که مثلا یک کرگدن پشمالوی قبلا بوده و دندونش. به این مطمئن میشن از روی دندونش؟ نه، اصلا این که یه همچین موجودی بوده، یعنی کرگدن چجوری میفهمن که اصلا از اول بوده؟ تو سیبری خود اینا به دست اومدن، اینا تو لایه های یخ زده حفظ شده سیبری خودش کرگدن ماموت، بچه ماموت اینا به دست اومدن و مشخصه که این جزء کرگدن پشمالو بود. خیلی ممنون. سلام، من سوالم این بود، دو تا سوال داشتم. اولیش این بود که چه چیزی باعث شد این سرعت اِوولوشن یا تکامل ما سرعت بگیره؟ یعنی مثلا یهو 10,000 سال 20,000 سال طول می‌کشید تا تازه ما یک کم ابزارسازی و حالا اون کار تیمیمون پیشرفته‌تر بشه، اما مثلا تو عصر جدید این تکامل سرعت گرفت. دلیل این سرعت گرفتن چی بود؟ این اولین سوالمه. بعد دومین سوالم هم اینه که از یه مرحله‌ای به بعد اگه خود ما انسان‌ها تکامل رو به دست بگیریم، یعنی دیگه اون تکامل نشرال سلکشن نباشه، خودمون به دست بگیریم، چه تغییراتی میتونیم ایجاد کنیم و مثلا چه تغییراتی پیش بینی میشه که ما خودمون بتونیم ایجاد کنیم، مثلا توی مریضی یا مثلا اینا رو؟ ممنون میشم. ببین، پیشرفت یعنی اون تون شدن ضرب آهنگ اِوولوشن یا دگرگشت توی تکنولوژی که ما داریم درست میکنیم از 70,000 سال پیش شروع میشه با روشن شدن یه کانال عصبی تو مغز ما که بهش میگن انقلاب شناختی یا کاگنیتیو ریولوشن. اینجوری هم نبوده که از 70,000 سال پیش یهو وقتی که این روشن میشه یهو همه چی شروع بکنه به تغییر کردن، آرام و تدریجی بوده. اما از زمانی که ما تونستیم تفکر انتزاعی داشته باشیم، زبان پیچیده‌ای داشته باشیم، این مسئله در مقایسه با هزاره‌های قبلش خیلی خیلی متفاوت شد. بعد از اون شما دیگه میان وارد عصرهایی میشین که اتفاق مهمتری که رخ میده هولوش 12,000-13,000 سال پیشه که انسان به دلایلی که خودش یک سخنرانی جداگانه است و فکر میکنم توی سخنرانی قبلی من تو تلسی تاک وجود داره، اینکه چرا انسان یک جانشین شد.
یک جانشین شدن کشاورزی و دامپروری منجر به این شد که شما جوامع انسانی خیلی پیچیده و گسترده‌ای رو درست بکنی و پیچیده شدن این جوامع منجر به این شدش که بتونید غذای بیشتری هم فراهم بکنید و بعد یک اثر گوله برفی درست شد، یعنی اینکه جامعه بزرگتر شد، تکنولوژیش پیچیده تر شد و تکنولوژی پیچیده تر باعث شد جامعه بزرگتر بشه و هی با همدیگه همافزایی کردن و میایم وارد آغاز عصری میشیم به نام شهرنشینی هولوش 5000 سال پیش و بعد از اون دیگه انقلاب صنعتی در قرن 16 شما یک شتاب خیلی فزاینده میگیرید. یعنی اینا پله هایی هستش که ما جهش های اینجوری داشتیم. اولین پله هم برمیگرده به 70000 سال پیش که بتونیم اون توانایی مغزی رو داشته باشیم. ببینید نچرال سلکشن رو شما نمیتونید دست خودتون بگیرید، همینجوری داره روتون اثر میذاره، ولی شما میتونید آرتیفیشیال سلکشن یا انتخاب مصنوعی رو تا جایی که دلتون میخواد و قدرت ذهنی و تکنولوژیکیتون بهتون اجازه میده انجامش بدید. چه اثری روی ما میگذاره؟ خیلی اثر رو میتونه بذاره. خودش یک موضوع آینده پژوهی هست به نام سایبرها یا ابر انسانها، یعنی انسان بره به جایی که بتونه یک چیپ الکترونیکی رو به بیولوژی یا زیستشناسی خودش متصل بکنه و به جایی که بری کلاس زبان، زبان رو دانلود بکنی و فقط بزنی تو مغزت. ممکنه به اون سمت بریم؟ بله ممکنه به اون سمت بریم. کتاب انسان خداگونه رو اگه مطالعه کنیم تمام دغدغه کتاب همینه که اگه به اون سمت بریم چه میشود. سلام آقای دکتر، مرسی، ممنون از انتخاب این موضوع. برام سوال اول میخوام بدونم چرایی انتخاب این موضوع رو برامون روشن کنین و دوم این که من الان تو دنیای امروزیم از این دانشی که دارم در اختیارم قرار میگیره چه استفاده میبرم، سوم این که آیا این بحثا ادامه خواهد داشت و برسیم به انسان امروزی یا برنامه‌تون رو. مرسی، ممنون میشم در ادامه بمید. انتخاب موضوع در واقع یه جوری مشورت من و آقای دکتر آریان اکبری بوده. بیشتر موضوعاتی رو انتخاب میکنیم که کمتر بهش پرداخته میشه، یعنی کمتر شما توی جامعه میبینید یا میخونید. حالا کسی که تو کلاسای من باشه چرا، ولی خب مگه چند نفر تو کلاسای منم. اینا موضوعاتی هستش، اتفاقای علمی هستش که تو ایران داره رخ میده، خیلی هم مهمه ولی خیلی بازتاب نداره. به همین خاطر یک جوری به شما یک درک میده از گذشته کهنتون، از اینکه اتفاقا سخنرانی بعدی منم در مورد همین موضوع هستش که ما ایرانی ها چقدر قدیمی هستیم. یک درک و تصویری به ما میده که ایران یه جای خالی نبوده که فقط یه سری اقوام آمده باشن با گاری و اسب و اینا و بعد تمدن ها شروع شده باشن. خیلی خیلی داستان از این قدیمی تره. ادامه خواهد داشتش دیگه، بستگی به فرمایشات های دکتر اکبری عزیز داره، ایشون هر زمان ام بکنن من در خدمتون خواهم بود. امیدوارم که ادامه داشته باشه. خسته نباشید آقای دکتر. یه سوال داشتم خدمتون، بین صحبتی که کردید یه جاش برام جالب بودش، گفتید که هوموسیپین ها از ناندرتال ها مثل اینکه جدا بودن. طبق صحبت پژوهش‌های قبلی که من میدونستم این که نیای قبلی ما، من فکر می‌کردم ناندرتال ها باشن، الان این قضیه کامل رد شده. اون ناندرتال ها هیچ وقت نیای ما نبودن، ناندرتال ها کازینا یا پسرعموهای ما بودن. خب منتها سوال همیشه این بودش که این ماها با همدیگه ارتباط ژنتیکی داشتیم یا نداشتیم. تا 7-8 سال پیش فکر میکردن که نداشتیم، یعنی یه جد مشترکی داشتیم که ازش جدا شدیم 500000 سال پیش. اینا اومدن شدن ماها، این یکی اومدن شدن ناندرتال ها. ولی الان نزدیک مخصوصا تو این 4-5 ساله اخیر مطالعات ژنتیکی داره نشون میده که ما هممون بین 1-4% ژن ناندرتال تو بدنمون داریم. بنابراین ناندرتال ها با اجداد ما اختلاط ژنتیکی داشتند اما نیای ما نبودن. سلام عرض ادب خدمت شما، تشکر میکنم بابت ارائهتون. من دو سوال داشتم سریع میپرسم، تایمم کمه. یکی این که من یه مقاله خوندم درباره دی ان ای انسان که میگفت نظریه داروین تقریبا داره رد میشه، چرا که دی ان ای انسان اونقدی پیچیده طراحی شده که نمیتونه از تکامل به این نقطه رسیده باشه. حالا مثلا نظر شما رو هم بدونم. و اینکه در اسلام حالا ما حضرت آدم و حوا رو میگیم تقریبا 7000 تا 10000 سال پیش بوده، میخوام ببینم چه همپوشانی با این نظریه داره. ممنون میشم. خواهش میکنم. مقاله اولتون رو میتونه منبعتون رو به من کامل معرفی کنید؟ بعد چه ژورنالیه؟ چون قطعا مقاله علمی نیست. الان تو ذهنم نیست. آره قطعا مقاله علمی نیست، چون از نظر پارادایم و مشرب علمی هنوز
اون چارچوب نظریه داروین رد نشده. قسمت دوم فرمایشتون هم نیازمند یک متخصص علوم الهیات داره که من نیستم. من فقط کارم انسانشناسی پیش از تاریخ هستش. قربانشون. خب با درود مجدد، این سوالی که مطرح شد یه جورایی مرتبط هستش با بحث دوم من، منشأ زیستی مردمان ایران. میخوام صحبت بکنم، در واقع سوال این هستش که ما ایرانیایی که اینجا نشستیم توی این جغرافیایی که بهش میگیم ایران، ما چقدر کهنیم؟ از کجا اومدن پدران ما؟ از کجا اومدن و چقدر دیرینگی داریم؟ خب تو کتابای مدرسه‌مون، کتاب تاریخ‌ها، همیشه از اینجا شروع می‌شد تاریخ ایران که اقوامی به نام پارت‌ها، مادها و پارس‌ها وارد ایران شدند. پارت‌ها در این منطقه شمال شرق سکنا گزیدند، پارس‌ها آمدن پایین‌تر تا شیراز و مادها در زاگرس در غرب. و بعد دیگه بقیه داستان هممون می‌دونیم دیگه، کوروش و هخامنشی. قبلش البته مادها میان یک شاهنشاهی خیلی بزرگی رو درست میکنن، بعد کوروش و هخامنشی میادش، نه به نوعی جنگیدن بلکه خیلی مسالمت‌آمیز ماد رو در خودش حل میکنه و پایه های امپراتوری هخامنشی ریخته میشه. پارت ها هم بعدن میان وارد عمل میشن و اون سلسله اشکانیان رو درست میکنن. اخیراً من دیدم تو کتابای درسی جدید یه تغییراتی انجام دادن و یه اسمی هم از ایلامی ها آورده شده، ساکنینی که قبل از ورود آریایی ها در ایران زندگی می کردن. بنابراین انگاره‌ای که توی ذهن خیلی از ماها وجود داره اینه که ایران قبل از ورود آریایی ها یه همچین شکلی بوده، یعنی کسی توی زندگی نمی کرده و این آریایی ها و عرابه ها و اسب هاشون وارد شدن با اون سفال معروف خاکستری و بعد شروع کردن به جایگزین شدن در نقاط مختلف ایران و سرانجام بقیه داستان که بهش اشاره شد. اما نکته خیلی مهم اینه که ما یه عالمه اتفاق باستانشناسی تو ایران افتاده، مخصوصا تو این 20 سال اخیر، که هیچ کدومش وارد کتابهای عمومی یا کتابهای درسی نشده. مقصر کیه؟ مقصرش یکی از مهمترین مقصرش خود من هستم که دارم اینجا راه میرم. یعنی ماها هیچ وقت نیومدیم این کارهایی که تو باستانشناسی ایران انجام میشه، ده ها و ده ها محبت کاوش میشه، اینا رو بیاریم برای عموم عرضه بکنیم. همیشه رفتیم توی همایش های تخصصی خودمون برای خودمون صحبت کردیم. به همین خاطر هم هستش که ایلام رو میشناسن کم و بیش، ولی میریم عقبتر، هرچه عقبتر میریم میبینیم که ناشناخته تره. خب قبل از اینکه بخواد اون داستان مهاجرت بزرگ رخ بده، ما با یک شاهنشاهی مواجهیم به نام ایلام. انشان و شوش دوتا پایتختش بوده. انشان تپه ملیانه و الان شهر نیست، یک تپه بزرگ باستانیه. شوشو که دیگه همتون میشناسین کجا قرار گرفته. و مهمترین آیکان ایلامی ها زیگورات چاقازنبیل هستش که هر کسی که رفته باشه خوزستان قطعا اینو دیده. متأسفانه از خودمون باید بپرسیم این زیگورات به این عظمت همین جوری اینجا ساخته شده؟ اینا کی بودن؟ چه پیچیدگی داشتن؟ چه تمدنی داشتن؟ خط داشتن؟ بله خط داشتن. شما یکی از قدیمی ترین آثار خط رو دارین در این جام کوری ناهیتی میبینید که ایلامی هست. ایلامی ها از کی تا کی تو ایران زندگی میکردن؟ از 5500 تا 2539 سال پیش از حال. 2539 دیگه شروع آغاز هخامنشی ها هستش. ایرانی بودن 100%. متای مراتب ما همش یاد گرفتیم که بین ایران و آریایی ها یک ارتباط یک به یک برقرار بکنیم. به همین خاطر دوست خوب من آقای دکتر مهرداد ملکزاده واژه‌ای رو پیشنهاد میکنه که به نظر منم واژه خیلی درستیه. به اینایی که قبل از مهاجرت بزرگ یا اون مهاجرت ها که بهشون خواهم پرداخت توی این گستره جغرافیایی زندگی میکردن بگیم ایران زمینی، یعنی اینا بومیان ایرانن. و به شما نشون خواهم داد که اتفاقا همه ماها ایل و تبارمون بیشتر برمیگرده به این بومیان ایران زمینی، به این کسانی که قبل از اون مهاجرت ها در ایران زندگی میکردن. خب گستره ایلام تمام ایران جغرافیایی گربه امروزی رو در بر نمیگرفته.
جالبه که بدونید زمانی که ایلام داره شاهنشاهی خودش رو داره، تا دلتون بخواد دولت شهرهای دیگر مستقلی هم در سرتاسر ایران وجود داشتن. اینها اون بخشایی هستش که باستان شناسان از زیر خاک کشیدن بیرون، ولی پیوندش ندادن با جامعه. مثل کجا؟ بنپور، تپه یحیی، شهر سوخته احتمالاً شنیده باشید، شهداد، حصار دامغان، سیالک کاشان، گودین، سگزاباد در جنوب قزوین، یانیک و میتونم براتون ده ها و ده ها محوطه دیگه نام ببرم. اینا چه محوطه هایی هستن؟ اینها شهرهای کوچکی هستند که برای خودشون حاکم دارن، دین دارن، خیلی هاشون خط دارن، تولید سفال میکنن، معماری خاص خودشونو دارن، ولی لزوماً تحت انقیاد ایلام نیستن، تحت یک شاهنشاهی نیستن، دولت شهرهای مستقل و جدا از هم هستن. پس ما داریم نگاه میکنیم قبل از 5000 سال پیش ایران خالی نبوده، پر بوده از این دولت شهرها. یکیشون شهر سوخته هستش که احتمالاً توی اخبار و جاهای دیگه ازش شنیده باشین، اون قدیمی ترین سفالی که یک جوری انیمیشن روش هست، یک بز رو نشون میده که تو چند مرحله داره میاد از این گیاه مصرف میکنه. یا حتی ما تو شواهدی از جراحی جمجمه داریم. البته دلم نمیخواد که دوچار چیز بشین، دوچار این حالت ساینس فیکشن یا از اینایی که مثلا اتاق بیهوشی داشتن و اون موقع مثلا متوجه شده بودن چه دستگاه‌های پیچیده نیازه. نه، با یه مته جمجمه رو سوراخ کرده به خاطر اینکه فکر میکردن شخصی که دچار تشنج میشه، حالا یا شاید هم نوعی از سر بوده، با آزاد کردن فشاری که روی جمجمه هست این تشنج خوب میشده، ولی خود طفلکی هم بعد از یه مدتی کلن میمرده. به همین خاطر که این جراحی جمجمه که در جاهای مختلف دنیا وجود داره ما شواهدش از شهر سوخته هم داریم. جیرفت، کنار صندل در کرمان، سنگای صابونی و اون تبلت های فوق العاده ای که ازش به دست اومده، یکی از قدیمی ترین خطوط جهان هست که به صورت کاملا مستقل از بین النهرین و عراق درست شده. دقیقاً داره چی میگه هنوز رمزگشایی نشده، اما تبلتی هست که به احتمال خیلی زیاد علائم اقتصادی رو داره نشون میده. جیرفت جایی قرار گرفته، این تمدن حلیل رود، که حد واسط بین این قسمت میان رودان و این قسمت جایی هستش که شهر سوخته و بعد آسیای مرکزی هست. راه‌های تجاری فوق‌العاده گسترده‌ای وجود داشته در 5000 سال پیش توی ایران. و شوش، شوش رو همه به خاطر بناهای هخامنشی یا اون تالارها و ستونهاش میشناسن. شوش یکی از استقرارهای انسانی هستش که از زمان اولین روستاها و بعد اولین شهرها مداومن روش استقرار قرار گرفته. نگاه به آب و هوای الانش نکنین که شاید یه مقدار عجیب باشه که چرا انسان باید هزاره ها و هزاره ها اینجا زندگی بکنه. اقلیم متفاوت بوده و این گرد و خاک و این داستانی که الان میبینین و وجود نداشته، گرچه که خود شوش در یکی از بازه های زمانی به خاطر یک سونامی که نمیشه بهش گفت، یک نوع باران وحشتناکی که از ارضهای استوایی پیچیده به سمت بالا خودش متروک شده. خب سیالک، تپه سیالک معروف و اون تبلت های خط میخی، تپه سیالک کاشان رو دیگه همتون احتمالاً رفتین دیدین، خیلی هم نزدیک تهرانه. اینها هم جزء اون شواهدی هستش که از 6000 سال تا 5500 سال پیش استقرار انسانی داره، قبل از اینکه اون مهاجرت ها بخواد رخ بده. خب قبلش چی؟ اینا که اشاره کردم بهشون شهرهای کوچک بودن. وقتی میگیم شهر یعنی یک جای جغرافیایی که بزرگ، نسبتاً چند هزار نفر توش زندگی میکنن، حصار داره، فرماندهی اونجا هستش، معبدی داره و حرفه های مختلف داره توش انجام میشه. یعنی یه عده سفالگرن، یه عده فلزگرن، یه عده کشاورزی میکنن، یه دامپروری میکنن. یه فاز عقبتر که بریم روستاهای اولیه هستن. روستاهای اولیه تقریبا توش همه کار میکنن و اون پیچیدگی شهرها رو نداره و قدیمی تر از شهرها هم هستن. بین 6000 تا 3500 BC یعنی هولوش BC یعنی before Christ، 2000 تا بعد بذاریم روش، هولوش 8000 سال پیش. ما 8000 سال پیش تو ایران چی داریم؟ تپه سنگ چخماق در شاهرود، آخ تپه گرگان، تپه زاغه، خود سیالک لایه‌های پایین‌ترش،
تل بشی، مشکی، جری و توی زاگرس، گنجدره، آسیاب، گوران، تپه عبدالحسین و یه عالمه محوطه هایی هستن که اینا قدیمی ترین روستاهایی هستن که توی ایران توسط باستانشناسا ثبت شدن و به دست اومدن. به عنوان مثال شاید براتون جالب باشه بدونین گنجدره کرمانشاه که قدمتش مربوط به 10,000 سال پیشه و یکی از نخستین روستاهایی هستش که در جهان شکل گرفته، جزو اولین جاهایی هم هستش که بز برای اولین بار اهلی میشه از بز وحشی و تقریبا 90% بزهایی که در روی کره زمین وجود دارن نژاد و اصل و نسبشون میرسه به بزی که توی گنجدره اهلی شده. اما عقب‌تر بریم، یک اتفاقی میفته در هولوش 60 و 70 هزار سال پیش و انسان‌های هوشمند که در آفریقا پدیدار شده بودند از آفریقا خارج میشن و در مسیر خروجشون از آفریقا به سمت شرق و به سمت شمال ناگزیر به عبور از ایران بودن. این نقشه شماتیکه و به صورت خیلی همینجوری دستی کشیده شده، اما ایران به عنوان یک پل عبور همواره نقش‌آفرینی می‌کرده. راه دیگری نداشتن این انسان‌هایی که از آفریقا دارن خارج میشن به جز اینکه از ایران عبور بکنن. مسیرهاشون هم خیلی مسیرهای مشخصیه که ما باستانشناسا پیدا کردیم، مثلا سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان تا به سمت جنوب شرق آسیا، یا بنابراین ما تا دلتون بخواد محوطه‌هایی داریم از انسان‌هایی که در هوش زمانی 45,000 سال پیش و به عقب‌تر یا جلوتر بهتر بگم تا 12,000 سال پیش توی ایران زندگی میکردن. غار بوف با قدمت 40,000 سال پیش، اشکفت گاوی با قدمت 35,000 سال پیش، غار پبده که خود من و یه تیم آلمانی حفاریش کردیم 42,500 سال پیش، یافته با قدمت 40,000 سال پیش، دلازیان با قدمت 25,000 تا 30,000 سال پیش، گمرود دو با قدمت 34,000 سال پیش. اینا چی هستن؟ اینها تماما جاهایی هستن که ما بقایای انسان هوشمند ابزار سنگی هاش و حیواناتی رو که شکار کردن رو به دست آوردیم، مستند کردیم، آزمایشگاه سنسنجی فرستادیم و سنشون تایید شده. بنابراین شما میبینید که ایران ما حداقل اگر نندرتال ها رو بذاریم کنار و فقط در مورد انسان های هوشمند بخوایم صحبت بکنیم، از هول و هوش 45,000 سال پیش جایی بوده که انسان درش زندگی میکرده. حالا بیایم جلوتر و ببینیم این داستان این که همش توی ذهن ما رفته که ایران با ورود آریاییان پر شد و ما هممون آریایی هستیم از کجا شروع شد. یک قاضی توی کلکته، قاضی انگلیسی سر ویلیام جونز، میاد متوجه میشه که یک همبستگی معناداری بین یک سری از زبانها وجود داره، به ویژه زبان اوستایی، سانسکریت و لاتین، و عنوان میکنه که اینها گویشوران این زبانها متعلق به یک قوم بودند و اون قوم اقوامی بوده به نام ایندو یوروپیانز یا هندو اروپایی هایی که در مناطقی مثل این بخش های دنیا که حالا براشون کاندید شده زندگی می کردن و بعد در هولوش 4-5,000 سال پیش سرازیر شدن به نقاط پایین تر، به ایران، به هند و بعد به اروپا، و بعد شدن ساکنین این سرزمین ها. یعنی اون انگاره اینگونه تجسم میکرد که این سرزمین ها خالی بودند و این افراد آمدند و واردش شدند. در ادامه افراد دیگری هم اومدن روی این مسئله شروع کردن به کار کردن و سوالشون این بودش که چطور میتونیم رد این اقوام رو بزنیم. گوستاف کوسینا، گوردون چاید و کالین رینفرو کسانی بودن که گفتن از زبانشناسی بگذاریم، بریم سراغ مواد باستانی، مواد باستانی که دقیقا مربوط به این اقوام میشه. یه سری افراد هم توی ایران مثل رومن گریشمند، رابرت دایستون و کایلر یانگ اومدن گفتن که این زبانی که الان داره در ایران تکلم میشه، زبان فارسی که از ریشه زبانهای هندو اروپایی و هندو ایرانی هستش، با زبانهایی که قبلا در ایران صحبت میشده مثل زبان ایلامی متفاوته. بنابراین افراد جدیدی وارد شدن که زبان جدیدی رو با خودشون آوردن و دین جدیدی رو هم با خودشون آوردن و همینطور با خودشون اسب و سفال خاکستری رو آوردن. یعنی این اقوامی بودن که زبان، دین جدید، اسب و سفال خاکستری با اینا وارد ایران شده. مطالعات بعدی نشون داد که خیلی هم حق با اینا نبوده. خانم یانا مدوزکایا و مایکل دانتی بعدن اومدن مشخص کردن که اون
اسب و سفال خاکستری رو قبلا هم توی ایران وجود داشته و با اومدن این اقوام اینا به خودشون نیوردن. منتها سوالی که پیش میاد اینه که آیا بین جمعیت‌های ایرانی که توی ایران زندگی می‌کردن قبل از اومدن آریایی‌ها و بعد از اومدن آریایی‌ها ما یک گسست زیست‌شناسی می‌بینیم؟ یعنی اگر که یک موج جمعیتی خیلی بزرگی وارد ایران شده باشه، شما باید مارکرهای زیست‌شناسی جدیدی رو از یک زمانی به بعد توی ایران ببینید که قبلاً وجود نداشته. ما برای تست کردن این مسئله سراغ یک قبرستانی رفتیم که توش به قدمت 4000 سال تا 1000 سال پیش از میلاد این قبرستان و توش بقایای اسکلتی هم کسانی که قبل از مهاجرت بودن و هم کسانی که بعد از مهاجرت بودن وجود داشته. ما از اونها نمونه های استخوان برداشت کردیم، آزمایشگاه بردیم و تشخیص کار دی ان ای انجام دادیم و اون مارکر ژنتیکیش یا هاپلوگروهش رو مشخص کردیم. هاپلوگروه همشون اچه، یعنی چه فرقی نمی کنه که چه مال قبل از مهاجرتن چه مال بعد از مهاجرتن. حالا ببینیم این داستان هاپلوگروه یا مارکر اچ که داره توی این منطقه خودشو نشون میده چی هست. هاپلوگروه اچ منشأش برمیگرده به این قسمت و بازه زمانی هول و هوش 22000 سال پیش، یعنی کسانی که اینجا زندگی کردن حتی در بازه زمانی 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 5000 سال پیش، همشون از نوادگان این هاپلوگروه اچ هستن. و بعد اومدیم اینو توی دوره‌های بعدی هم نگاه کردیم. مثلا اینجا شما دارید نگاه می‌کنید، نخستین کشاورزانی که در ایران زندگی می‌کردن با نخستین شهرنشینان ایران از نظر مارکرهای ژنتیکی به شدت به هم دیگه شبیه هستن. یعنی چی؟ یعنی اون شهرنشینان ادامه همون روستانشینان هستن، از جای کسی دیگه‌ای بهشون وارد نشده. ضمن این که به طرز عجیبی ایران به خاطر زاگرس و البرز یک جدا افتادگی هم تو منطقه داره، یعنی با آناتولی و لوانت، لوانت میشه سوریه و تمام سواحل شرقی دریای مدیترانه، یعنی نه با ترکیه نه با اون قسمت هیچ گونه همبستگی معنادار شدیدی نداره، داستان خودش رو داشته در طول همه این زمانها. و این هاپلوگروه اچ یعنی مردمانی که این مارکر ژنتیکی خاص رو داشتن مداوما در ایران به حیات خودشون ادامه دادن. و اتفاقی که توی بازسازی های ژنتیکی رخ داد این بود که از زمان پارینه سنگی جدید، یعنی همون 40 و چند هزار سال پیش، تا اولین روستاها، تا اولین شهرها، تا اولین تمدن‌های بزرگ عصر مفرق، تا عصر آهنی که باهاش هخامنشی آغاز میشن و تا به امروز، شما دارین تداوم هاپلوگروه اچ رو میبینید. هاپلوگروه اچ به نوعی نشان دهنده و مارکر جمعیتی ما ایرانیاست. پس این به ما نشون میده که ما ایرانیا خیلی خیلی قدیمی هستیم و ریشه‌مون برمیگرده به این 45000 سال پیش، یا تا اینکه بخواد برگرده به یک اتفاقی که در 3-4000 سال پیش رخ داده باشه. خب یک نکته دیگه هم این هست که بازم در تایید فرض قبلی هست، اگر مهاجرت‌هایی از آسیای مرکزی در شکل اون اقوام آریایی رخ داده باشه به ایران، ما انتظار داریم که مارکرهای ژنتیکی اونها رو فراوان میونه ایرانیا ببینیم، که نمیبینیم. اینها مارکرهای ژنتیکی اقوام آسیای مرکزی هستند و ما اینجا قرار گرفتیم، با همدیگه چندان قرابتی نداریم. و نتیجه اینه که ایرانیایی که امروز هستن توی ایران زندگی میکنن، همه ماها خیلی خیلی قدیمی هستیم. نه اینکه این ورود این مهاجرین آریایی رخ نداده باشه، رخ داده، زبان ما رو تغییر داده، دین ما رو تغییر داده، ولی زیست شناسی ما رو تغییر نداده. به نوعی انقدر کم بودن که در بدنه اصلی که در ایران وجود داشته حل شدن. به همین خاطر که از نظر ژنتیکی ما خیلی خیلی کهنیم و برمیگردیم به هولوش 40000 سال پیش. شروع هاپلوگروه اچ برمیگرده به 25000 سال پیش در نواحی قفقاز و ما یک انتقال برجای از پارینه سنگی تا نوسنگی رو تو ایران میبینیم و ایمپکتی که اقوام آسیای مرکزی روی ایران داشتن اونقدر شدید نبوده.
خیلی متشکرم ازت. دوستان اگر سوالی یا موردی هست، بله. فقط ایشون شما بودین دیگه، درسته؟ بله. خیلی ممنون. من یه سوال قسمت قبل دارم، اینکه اون گونه انسانی که شما فرمودید چطور تبدیل شدش به گونه الان، و مثلا جنگی بوده یا این اصلا میدونستن اینا متفاوتن، و دقیقا اون اتفاق چی بوده که اینا تغییر کردن، و اینکه مثلا ممکن الان یه سری از انسان‌های الان درصد ژن بیشتری از اونا داشته باشن، یه سری‌ها کمتر داشته باشن، و اینکه حیوانات هم این فرآیندا رو داشتن. مثلا الان چون من دیدم معمولا انسان‌ها رو خیلی تحقیق می‌کنن راجبشون، می‌خوام ببینم فرآیند حیوانات هم همین جوری بوده، مثلا اسبی که چندین هزار سال قبل بوده مثلا الان رفتار می‌کرده یا چه جوری بوده. قسمت دوم سوالتون اول جواب میدم. بله، اِوولوشن یا دگرگشت برای همه موجودات کره زمین از اول بوده، الان هست و خواهد بود. مکانیسم پایه‌ای که پشت زیست شناسی و تنوع موجودات قرار گرفته و برای همه است. اسب 50 میلیون سال پیش موجودی اندازه سگ بوده و بعد میبینیم که به تدریج میاد اندازه قامتش میشه اسب امروزی. اون انسان نندرتال هم اینطور نبوده که متوجه بشن که با یه گونه یه دیگه ای سر و کار دارن، ولی تمایزات هم دیگر رو میفهمیدن، به این دلیل که زبانشون متفاوت بوده. یعنی به احتمال قریب به یقین زبان متفاوتی داشتن و آرایه های بدنی متفاوتی داشتن، و همین کفایت میکرده که برای همدیگه تمایز قائل بشن. جمعیت های انسانی انقدر کوچیک بوده اون موقع، در گروه های مثلا 20-30-40 نفره بوده، که سعی میکردن تا جای ممکن با همدیگه درگیری نداشته باشن. ما اون چیزی که به نام جنگ مینامیم مال خیلی بدتر هستش. یعنی جنگ ها از هولوش 5-6 هزار سال پیش شروع میشن. ما داریم در بازه زمانی 40-50 هزار سال پیش صحبت میکنیم. اینا به همین خاطر بیشتر از اینکه بخوان با همدیگه گلاویز شده باشن، بر سر رقابت بر سر منابع زیست محیطی همدیگر رو از بین بردن. چگونه یک گونه از بین میره؟ خیلی ساده، فقط کافیه که نرخ زاد و ولد کاهش پیدا بکنه و نرخ زاد و ولد اون یکی افزایش پیدا بکنه. با 1% نرخ تفاوت در نرخ زاد و ولد ضرب در 10,000 سال به راحتی گونه جایگزین گونه دیگه میشه. درود استاد، خسته نباشین. من دو تا سوال داشتم در مورد مبحث قبلیتون. یکی اینکه در مورد تراکم استخوان نئاندرتال ها یا کلا گونه های هومو تو اون بازه زمانی، چون برای من خیلی جالبه که مثلا یه استخون شیری 120 هزار سال مثلا ماندگاری داشته، در صورتی که ما مثلا تو بازه 80 هزار سال نمیدونم خیلی مشکل داریم. تو کاوشا مثلا استخونا اصولا از بین رفتن. می‌خواستم ببینم آیا تراکم استخون بالاتری داشتن مربوط حالا به تغذیه‌شون بوده. یکی اینکه توی جغرافیای ایران امروز ما همزیستی یا احتمال همزیستی شما میدین بین انسان نئاندرتال و هوموسپینس سپینس؟ ببینید، در مورد تراکم استخوان اول باید دقت بکنیم. ما داریم در مورد مینای دندان صحبت میکنیم. دندان با استخوان ها متفاوته. مینا سخت‌ترین جسمیه که توی بدن هر موجودی که دندون داره وجود داره. به همین خاطر این شانس رو همیشه دارن دندون ها که بیشتر حفظ بشن. اما همین این هم یک اصل کلی نیست. کلن این که ما به بقایای بدنی انسانی با قدمت بیش از 50-60 هزار سال برخورد بکنیم، به قول دانشمندان مثل بردن تو لاتاریه. یعنی یک اتفاق خیلی خیلی نادریه، برمیگرده به شرایط اقلیمی و زیست محیطی و شانس و خیلی چیزهای دیگه که تونسته باشه اونو حفظش بکنه، از بین نبرده باشتش، و به همین خاطر هم هستش که اینقدر کم ازشون پیدا میکنیم. در مورد همزیستی احتمالش خیلی زیاده، ولی من چون خودم آدم خیلی پوزیتیویستی هستم، یعنی اثبات‌گرایانه صحبت میکنم، باید باشه تا بگم رخ داده، ولی از نظر منطقی و چارچوب منطقی بخوام حدس بزنم، بله احتمال خیلی خیلی زیاد اینها همدیگر رو توی ایران هم دیدن. یک مقداری در تراکم استخوان‌های بلند بدنشون از ما بیشتر بوده. سلام، وقتتون بخیر. ببخشید، من تا الان فکر میکردم که خب پیدایش انسان امروزی و هوشمند به صورت یه طیف بوده توی تکامل،
ولی خب میگین به صورت ناگهانی، یعنی یه جورای انگار توی یه بازه زمانی هم نئاندرتال داشتیم و هم انسان هوشمند. میخواستم ببینم که چی جوری بوده اون موقع شرایط، یعنی جهشی اتفاق افتاده توی جناشون یا اینکه چه جوری بوده و اینکه دو تا گونه بودن اون موقع، یعنی جدای تولید مثلی داشتن از هم دیگه یا اینکه نه هم نه هنوز اون موقع. ببینید یه اصلی از زیست شناسی که هیچ وقت یه گونه دوبار ظاهر نمیشه، بنابراین گونه زایی یک پدیده خیلی منحصر به فرد و یکتاست. این گونه زایی در مورد انسان هوشمند توی آفریقا رخ داده. از کدوم انسان گونه زایی کرده؟ نوعی از انسان به نام انسان هایدلبرگ بهش میگفتن، ولی الان از پارسال یه مقاله اومده بهش میگن انسان بودویی، هومو بودوئنزیس، از اون مشتق شده، از اون گونه زایی پیدا کرده. در مورد اینکه دو گونه بودن یا یه گونه بودن، تا 5 سال پیش فکر میکردن دو گونه بودن، نندرتال ها و انسان های هوشمند. ولی خب تعریف گونه چیه؟ تعریف گونه اینه که موجوداتی که شکل همن با هم تبادل ژنتیکی میتونن انجام بدن، یعنی زاد و ولد میکنن و فرزند زایا تولید میکنن. خب این سه تا شرط وقتی بیاد میشن یه گونه. وقتی که ما الان میبینیم توی ژنوممون ژن نندرتال داریم، یعنی که درش اجداد ما تبادل ژنتیکی انجام دادن و فرزندان زایایی هم تولید کردن که الان ما اینجا نشستیم. بنابراین توی این چند ساله اخیر داره این تغییر میکنه به اینکه ما و نندرتال ها یک گونه ایم، در زیرگونه با هم متفاوت بودیم. ما هومو سیپینس سیپینس هستیم، اونا هومو سیپینس نندرتالنزیس بودن. و ببخشید جدا از این، جز انسان هوشمند و نئاندرتال انسان دیگه ای هم داشتیم تو اون بازه زمانی، یا اینکه فقط همین دو تا؟ فراوون خودش 4 واحد درسی انسان دنیسووا بوده، انسان راسقامت تو جنوب شرق آسیا بوده، انسان فلورزی تو اندونزی بوده، انسان لوزانی تو فیلیپین بوده، انسان‌های خیلی مختلفی زندگی می‌کردن. یک نکته خیلی مهم اینه که اینی که ما الان تنها نوع انسان رو کره زمینیم چیز عجیبیه. فقط یک نوع انسان رو کره زمین زندگی میکنه. شما برید 150 هزار سال پیش 6-7 نوع انسان مختلف در نقاط مختلف زندگی میکردن. خب عملا ما هستیم و یک مقداری از ناخالصی ژنتیکی انسان‌های نئاندرتال دیگه، درسته؟ من بهش نمیگم ناخالصی، میگم اتفاقا خالصی. با یک مقداری همون. خیلی ممنون، متشکرم. سلام، وقتتون بخیر. در مورد ایرانی که شما فرموده بودین، یه مقاله توی بی بی سی منتشر شد سال 2012، دانشمندش هم ایرانی بود، میگفت که ما اصلا آریایی نیستیم، یعنی ما اصلا ایرانی نیستیم به خاطر تهاجمایی که هم از چنگیز بوده هم از اعراب بوده، قحطیایی که مرتب توی ایران اتفاق میفته. خلاصه گفته بود که ما اصلا ژنمون خالص ایرانی نیست. خواستم بدونم ما اصلا ایرانی هستیم یا اینکه نه کلا یه نوادگان عربی بودیم که حالا عرب، حالا از کشورهای مختلف، که حالا توی ایران سیر طبیعی خودش رو داره طی میکنه. اولش من یه نکته رو توضیح بدم. این نکته به نظر من از هر دو تا سخنرانی منم مهمتر هستش و اون منبع شناسی و مرجع شناسی هست. به چه چیز باور کنیم، به چه چیز باور نکنیم. وقتی که میخوایم یک چیزی رو میشنویم، مهمترین نکته اینه کی داره میگه، کجا داره میگه یا کجا چاپ شده. اگه مقاله هستش، اون مقاله تو کدوم یکی از ژورنال های معتبر دنیا چاپ شده، یعنی آیا اجماع علمی جهان برای این گفته وجود دارد یا وجود ندارد. خب این مسئله خیلی مهمیه، اینه که کی داره میگه. خیلی وقتا پیش میاد میگن فلان سناتور آمریکایی، فلان نماینده مجلس کانادا، اینا هیچ کدومشون محلی از اعراب علمی ندارن. خب یعنی ارجاع به بی بی سی یا هر چیز دیگه ارجاع علمی نیست. بنابراین صحبت هایی هم که اونجا مطرح میشه به عنوان صحبت و سند علمی ما در نظر نمیگیریم. ما چی رو در نظر میگیریم؟ ما یک مقاله درست و درمون حسابی که رفته جداوری شده، متخصصین روش نظر دادن، چاپ شده، حالا میایم میخونیم ببینیم که داره چه ادعاهایی رو میکنه. خب بنابراین روی ارجادهی دقت بکنید، یعنی هر کسی هر چیزی یه چیزی رو میگه خیلی جدی نگیریدش، یکم کندوکاو بکنید، با گوشیتون گوگلش کنیم ببینید حداقل این کسی که داره این حرفو میزنه کیه که داره این حرفو میزنه. اما در مورد اون داستانهایی که مطرح شده، ببینید مطالعات ژنتیکی روی مردمان امروز ایران و مردمان کهن ایران انجام شده و داره انجام میشه. آنچه که ما الان میدانیم اینه که ما یک تنه ژنتیکی داریم که هولوش 45-50% ثابته، که برمیگرده به همون خیلی خیلی قدیمیه، به ایران زمینیان. منتها درش ورود و خروج ژنتیکی هم انجام شده مثل هر جای دیگه روی کره زمین دیگه. دیدین ایران
دقیقاً توی یک چهارراهی قرار گرفته و بعد اتفاقات خیلی زیادی هم براش رخ داده. اما چند تا چیز رو برای ما به صورت خیلی بدی جا انداختند. اعرابی که وارد ایران شدند اصلا اونقدری نبودند که بخوان ایرانیان رو جارو بکنن و خودشون جایگزین بشن. یکی به این نکته دقت بکنین، از نظر تعدادی اصلا اون تعداد نبودن. ما ژنوم ها و مارکر هایی که با شبه جزیره عربستان پیوند میده رو در مناطق جنوبیمون در خوزستان و پایینتر داریم که خیلی هم طبیعیه، چون اصلا این مرزهای سیاسی که ما الان کشیدیم که عمری ندارن، که اینا قبلا با هم دیگه بدبستون داشتن، تجارت میکردن، رفت آمد میکردن، خویشاوندی داشتن. اما اون مارکرهای شبه جزیره عربستان شما وقتی وارد فلات تو کاسه ایران میشین، مناطق بالاتر میرین، خیلی 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 کم میبینید. بنابراین این انگاره که اعراب در ورودشون به ایران موج موج آمدن و همه جا سکنا گزیدند و ایرانیا رفتن بیرون، نه، همچین چیزی نبوده. در مورد مغولها هم همین طور هستش. مغولها خیلی غارت و کشتار انجام دادن، منتها تعدادشون در مقایسه با اون جمعیتی که داشته اونجا تو ایران زندگی میکرده انقدی نبوده که بخوان تغییر ژنتیکی رو ما انجام بدن. به همین خاطر که مارکرهای آسیای مرکزی رو ما خیلی کم توی خود ایران میبینیم، میبینیم محدود، کجا؟ تو شمال شرق. حتی اون مارکرهای ژنتیکی خیلی معروف چشم کشیده رو هم در اون مناطق میبینیم. به همین خاطر اتفاقی که برای ایران افتاده، ایران یک بدنه یه تنه یه اصلی ژنتیکی ثابت داره که خیلی کهنه و بعد بهش ورود و خروج رخ داده. از خود ایرانی ها هم خیلی ها مهاجرت کردن به سمت شرق اروپا زمانی که حالا امپراتوری خیلی بزرگ داشتیم و مارکرهای ایرانی رو شما در مناطق دیگر دنیا هم میبینید. آی دکتر، یه سوال. بله دفتر مفتر. ببخشید، من فقط سوالم این بود که شما فرمودین که ایرانی ها اون مارکر بر اساس اون مارکر هاپلوگروپ H، خب غالب جمعیت ما برمیگردن به اون جمعیت. این جمعیت مهاجر هم از یه جا فرمودین که زبانشون رو در واقع زبان ما رو تغییر دادن. ما که غالب جمعیت هستیم همکنون و بودیم، چطور شده که اونها تونستن تا این حد ما رو تغییر بدن؟ این تغییر کمی نیست. من از شما یه سوال خیلی ساده‌تر می‌پرسم، فکر کنم پاسختون رو بگیرین. دین ما رو چند نفر تغییر دادن؟ همون یه جمعیت کوچیک میتونه ایمپکت‌های فرهنگی خیلی بزرگی بذاره، وقتی که جمعیت غالبی بشه، وقتی که تکنولوژی داشته باشه. بسته به این داره که اون جمعیت کوچیک داره چه نقشی رو توی اون جمعیت‌ها بازی می‌کنه. دو تا مقوله است: زیست شناسی بدن ما خیلی کهنه، اما فرهنگ خیلی چیز ژله‌ایه. یعنی شما خطت، زبانت و ایدئولوژیت میتونه خیلی سریع تغییر بکنه و برای تغییر ایدئولوژی و زبان نیاز نیست که جا به جای جمعیتی رخ بده. متشکرم. خواهش.